آرون عسکری روزنامه‌نگار از ازمیر به ما پیوستن. آقای عسکری، در مورد وضعیت پناهجویان ایرانی که سالها سر ترکیه‌اند، لطفا از شما بشنویم که خب در چه وضعیتی هستند؟ من ابتدا جا داره فردا روز 20 جوانو که روز پناهجو است به تمام پناهجوها تبریک بگم و برای تمام پناهجوها آرزوی آرامش و یک زندگی بدون استرس داشته باشم و برای افرادی که برای رسیدن به این هدف در این راه جونشون رو در دریا یا در کوه از دست دادن، برای خانواده‌شون صبر آرزومند باشم. امیدوارم که هیچ وقت جنگی نباشه و این مشکل پناهجویی همیشه از بین بره به نوعی در دنیا. در مورد کشور ترکیه، خب صحبت‌هایی رو شنیدیم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که در ترکیه در حال حاضر پناهجوها باش دست به گریبان هستن مسئله اقتصادیه. اقتصاد زیربنای هر علمی و هر رویدادیه و خب همونجور که در برنامه‌های شما اعلام شد، این افزایش قیمت‌ها در کشور ترکیه و کنترل تورم از سوی دولت که در این راه موفق نبوده باعث شده وضعیت اقتصادی بسیار بد بشه، مخصوصا برای پناهجویان که خب یک قشر آسیب پذیرتری هستن، باید بدون بیمه و اجازه کار در بنگاه‌های اقتصادی کار کنن و از سوی کارفرما مورد استثمار قرار بگیرن. آسیب‌هایی که برای پناهجویان در حین کار انجام میده، عدم دریافت بیمه درمانی، عدم حفاظت‌های بین‌المللی. ما سه هفته پیش یک پناهجو داشتیم به نام آقای محمد باقر مرادی که ایشون ناپدید شدند، ایشون تحت نظر سازمان ملل بودند و از ایشون خبری در دست نیست. این مشکلاتی است. البته میگم وقت بسیار کمه. ما خودکشی داشتیم در مورد پناهجوی ایرانی، آقای بردیا غریبی در شهر اسپارتا که در همین برنامه‌هاتون مورد پوشش قرار دادین. یا مسائل بسیار زیادی هست، یعنی بخوایم در موردش صحبت کنیم واقعا وقت کم آقای عسکری، چه اتفاقی افتاده که ما الان صداهایی که شنیدیم بعضی از پناهجویان داشتن گفتن که از سال 2016، یعنی الان نزدیک 7 ساله، دیگری گفت 2014، یعنی 8 ساله که اونها در ترکیه‌ان و الان نگران دیپورت شدن به ایرانن؟ من اول باید خدمتتون عرض کنم که ما 20 سال، 15 سال و 10 سال هم پناهجوهای سیاسی داریم که پرونده‌های مشخصی دارن و به صورت نامعلوم در کشور ترکیه هستن. ببینید از سال 2018 مسئولیت رسیدگی به وضعیت پناهجو در کنار کمیساریای پناهجویان کشور ترکیه به سازمان اداره مهاجرت واگذار شد و باید در کنار مصاحبه که در کمیساری انجام می‌شد، یک مصاحبه هم در اداره مهاجرت انجام می‌شد. اداره مهاجرت بارها اعلام کرد که ما اصلا قبولی سازمان کمیساریا رو قبول نداریم، اونا همینجوری به شما قبولی دادن. و اون چیزی که شاهد بودیم، حدود 98% پناهجوها حتی در این مصاحبه رد شدن، افرادی که سابقه سیاسی داشتن، زندان رفتن و واقعا تحت تعقیب بودن و مشخص بودن حتی این اداره مهاجرت که کارمنداشون بهشون ردی دادن و افراد عنوان میکنن به دلیل عدم آشنایی این کارمندا با وضعیت داخلی ایران میتونه باشه. این بزرگترین مشکلیه که به وجود اومده در رابطه با رسیدگی به وضعیت پناهجو. البته موضوعات دیگری هم هست، عدم پذیرش پناهجو از سوی کشورهای پناهنده پذیر، اینم میتونیم یک مشکلی حالا عنوان کنیم که این مسئله به وجود اومده. ممنونم از شما، نارون عسکری.